برای نخستین بار پس از بیرون شدن آمریکا از افغانستان هیئت های ایالات متحده و امارات اسلامی در دوحه با هم دیدار کردند وزارت خارجه میگوید که در دیدار با مقام های آمریکایی درباره روابط کابل با واشنگتن توافق نامه دوها، حرمت به حریم هوایی افغانستان و مسائل دیگر گفتگو شده است همزمان با این معاون وزیر خارجه آمریکا در یک سفر دروزه برای گفتگو درباره افغانستان به اسلام رفته است خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات مولوی نورجلال معاون وزارت امور داخله شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم از اعضای هیئت امارت اسلامی هستند که برای گفتگو با نمایندگان امریکا به دوحه رفتند سرپرست وزارت خارجه که ریاست این هیئت را دارد در یک پیام شنیداری میگوید که در دیدار با مقام های امریکایی در دوها در باره کمک های بشر دوستانه آزادسازی پول های منجمت شده افغانستان و مسائل دیگر گفتگو کردند. په دې غونډه کې په مرستو هم خبری وسوي و دوام بکی همدارنګه ټینګار وسو چې د دوهې توافقنامه باید بشپړه عملي سی د افغانستان د احترام وشي هم په نورو برخو کې سال تا راغلی دی یو د بل په چارو کې مداخله ونسي اما زلمی خلیلزاد که سالها در گفتگوهای صلح افغانستان دخیل بود در میان هیئت امریکایی حضور ندارد وزارت خارجه امریکا میگوید که تشکیل حکومت همشمول و خروج شهروندان امریکا و همکاران محلی این کشور در افغانستان از محورهای این گفتگو هستند این دیدار درباره به رسمیت شناختن و دادن مشروعیت نمی باشد. ما بر طالبان فشار می آوریم تا به حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان و دختران را حرمت بدارند. سفر حیاتی که از کابل رفته به قطر بسیار مهم است، مثبت است. برای اینکه امریکای ها می که کمک بشری را با آمدن زمستان شروع کنند به افغانستان و ای هم کار دارد. در بسیار مسائل دیگر هم در اینجا در صدر مسائل مورد بحث نه تنها آزادسازی یک امریکایی است و نجات یک تعداد از کسایی است که امرای امریکایی ها کار کردن و علاقه به بیرون شدن دارند، بلکه مسئله ایجاد یک حکومت با قاعده وسیع هم مورد بحث قرار می گیره فکر می کنم یک چیزی در مورد مذاکرات دوحه که همین ترتیب ناتمام و اجرایی نشدم ممکن است اینا گفتگو بکنن که نباتن بسیار مشخص نیست که روی چی موادی از اون گفتگوهای قبلی تمرکز خواهند کرد در همین حال وندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا در یک سفر دروزه به پاکستان سفر کرده و درباره ایجاد حکومت همه‌شامل در افغانستان با مقام های پاکستانی دیدار و گفتگو کرده است برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای تاج ایوبی آگاه روابط بین المل را روی خط اسکایب از کشور آمریکا با خود داره ما آقای ایوبی به برنامه خوش آمدید از دید شما این دیدار مقامات آمریکایی با طالبان در داها چقدر مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم بسیار شکر از لطفتان ما فکر می کنم میگی ازش بسازای داره و بسیار خوب است که امریکا بعد از خروج نیروایش با حکومت موقت افغانستان دیدار داشته ای ما فکر می کنم که یک کار بسیار فوق العاده مثبت است و ما امیدوار هستیم که امی خود مشکل افغانستان که است کلید اساسیش پیش خود مردم افغانستان است پیش خود طالب است و از اینکه حیات امریکا به کشورهای دیگه میره و مذاکره میکنه می میگم که خود کلید در خود افغانستان است طالبان خود آماده بسازند و به او مشکلاتی که وجود داره یا دنیا اعتراض داره در برزو جوابای مثبت پیدا بکنه و تغییرات در خود افغانستان بیا ان شاء این مشکلات حل میشه و ما فکر می که هر نوع تاخیر و تعلل و اجحاف در قسمت آزاد کردن منابع مالی افغانستان یک کار غیر انسانی غیر اسلامی و غیر اخلاقی است و ای باید فورا این پول آزاد شود و تا خدمات اجتماعی و بر مردم و برای معاشات مامورین دولت مصرف شود تا افغانستان بحران داخل یک بحران بزرگتر نشود اگر بر شماره این مشکل ها کدام ها هستند آقای ایوبی مشکل اساسی در, افغانستان ای است که اول بعضی چهره هایی است که به او جهان کمیچی داره به او اختلاف داره اعتراض داره دیگه مسئله حقوق بشر است حقوق زنان و دختران و تعلیم و کار زنان است. و مسئله اقلیت هاست در قسمت چیز حکمت همه شمول اینا من با او اختلاف دارم اصلا اونجا من فکر نمی کنم که ایتا یک حکومت لازم باشه بلکه باید یک حکومت باشه که یک حکومت مردم مسلکی مردمی که با کار به کار چی می اداره می و یک حکومت باید به وجود بیاید یا همه تعداد که عمل در حکومت است برای اضافه شود و این بتانه که برای آینده افغانستان برای انتخابات آزاد زمینه را مساعد بکنه آیا افراد مسلکی و متخصص در بیان طالبان هستند؟ اگر نباشه از بیرون بیارن یعنی نیست که افغانستان همه شمول بودن از نظر شما به چه معنا؟ همه شمول به این معناسته که مردم متخصص از هر قوم و قبیله که باشه و مهم نیست باید بیای و کار شروع کنه که به مسائل فایننس میفهمن به با بانک میفهمه و با رابط بین ملی میفهمن این بیای گروه خود تحت رهبری خود طالبان باشه البته حکومت باشه که با کار میفهمه مسلک مسلکشان باشه که بتانه با جهان تماس بگیره و به فوریت همی مسئله که منابع مالی افغانستان قید شده یا آزاد شود و تا اقتصاد افغانستان داخل یک بحران بزرگتر نشود مقرره هایی که فعلا در حکومت سرپرست که گفته می شود صورت گرفته از شما مناسب و درست است؟ و یک یک سلسله مقرریا خوب است یک سلام مقرریا ایتور است که مردمای مقرر شده که اصلا در مو در مسلک نمو کار وارد نیستند یعنی یک باید تشکر به شکل پیش رفتن میتونه درست در مسائل حقوق بشر چه فکر میکنه طالبان در مورد به آنچه که آمریکا و جهان به حق بشر میگن انتهاف از خود تبرز خواهند داد یا نه حتمیس با باید انتهاف نشان بدن نه از نظر از که آمریکا یا جهان فشار میارن و خاطر اینکه این فشار از طرف خدا وجود داره خدا مردم آزاد خلق کرده اصلا و برای مردم امی آزادی را داده جایی که جرم باشه فحشا باشه ما با او همه که مخالف هستیم هر نظم اجتماعی که در جهان موجود می او امی جرایم جلویش میگیره درست اما است که الزامات در سطح جهان وجود دارد ولی طالبان گفتند که ما در برق مواقع ملزم به این نیستیم امکان جهان میگوید ما رعایت بکنیم خب جهان که میگه رعایت نکنن اما خدا که میگه او رو رعایت بکنن. خداوند مردم آزاد پیدا کرده و خداوند میخواهد که مردم آزاد باشه این حکم اسلام است در کار شخصی مردم در مسائل فامیل مردم دست دادن این خلاف اسلام است اصلا آزادی از دید شما چه تعریف که... باید داشته باشد آقای یوبی ب... آزادی از دید شما چه است آزادی از نظر من چه اهمیت بلی. داره بله نه چه است تعریف شما از آزادی چیست از آزادی تعریف ما ایسته که مرد باشه زن باشه دختر باشه همگی حق تعلیم دارن اونا من. آزادی سیاسی باید داشته باشن اونا آزادی ازی که حزاب بوجود بیارن اونا آزادی ازی که در افغانستان پارلمان انتخاب بکنن و خود رئیس جمهور انتخاب بکنه و کشور آزاد باشه میدیام آزاد اکنون باشه اکنون دو ماه از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان میگذرد مکاتب دخترانه در مرکز افغانستان باز نشدن چه برسد به فعالیت های سیاسی و تشکیل احزاب از سوی بانوان و دختران بله درست میفرمایین شما و یک مسئله خواه است که آدم مسئله طالبا با صورت عاجل داخل قابل شدن بر اساس بعض مجبوریت هایی که وجود آمده بود شاید اینا بسار آمادگی نداشته باشه ما میتونیم یک کمی وقت برشان بتیم اما دلست. مسئله ازی است که امیال کشور با فقر و فاقه مواجه است مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند چندین ما میشه که مامورین دولت ماش نگرفته و یه مشکلات بسیار بر افغانستان وجود آورده و ما فکر می کنم اگه یه دوام بکنه خدای نخواسته ایت نشود که در تمام شهرها مردم قیام بکنند درست ولی واقعا در مکاتب که درس هایشان جریان داشت چه مشکل وجود داشت که باید درسای اینها دو ماه متوقف میشد و یا هم اکنون متوقف است شروع نشد در برخز ولایت و همچنان مرکز یک تعداد مردم در خود صفوف طالبا وجود داره یک تعداد که اونا تندرو هستند اونا زیادتر معنی که کسای طالبایی که در رست قرار داره با مانع میشن اونا اصلا و اینا هم کمی از اونا ترس داره این رو باید در نظر بگیریم شاید اونا آشتای است این مساله رو حل بکنن در موجودیت این گونه افراد افراطی که شما گفتید پیش برد امور حکومت چی خواهد بود خب باید اینا بین خود این کار این مسئله حل بکنن من در تشکیلات طالبا علم ندارم اما که اینا باید مشکلات خودشان حل بکنن و این مشکلات اگه وجود داشته باشه این مشکلی بزرگ برای مردم افغانستان است و ازی که جهان اعتراض داره جهان هم حق داره البته ما بیشتر اینو میگم کلید حل مشکلات افغانستان نظر اسلام آباد است نه نظر واشنگتن است مسکو است بلکه او در خود افغانستان است خود طالبان مسائل خود حل بکنن در بین خود حل بکنن باز ما مردم افغانستان حل بکنن مشکلی حل میشه بله بله رئیس آی سای میاد کابل هفته در هتل سینای کابل می باشد و بعد امارت اسلامی حکومت سرپرست خود را شکل میدهد با این حال چه فکر می که کلید در دست افغانان است؟ او مورد اعتراض است البته حساسیت های خلق کرد در شکل نیست البته ای یک امی کار باید نمی در این وقت من فکر می‌کنم که با امو باعث از می شده که حکومت چیز پاکستان این شخص از, از وزیفش برکنار کرده درست در نشست دوها دیداره که مقامات آمریکایی با مقامات طالبان داشتند چرا آقای خلیلزاد شرکت نکرده؟ دیگه به خود دولت امریکا مربوط است که کی را برای توضیف میکنه برای چیز برای مذاکرات آیا نقش آقای خلیلزاد در مذاکرات دوها منفی بود از دید حکومت آمریکا؟ در گذشته شما میگین؟ بله ما فکر نمیکنم کنم که من منفی باشه چیزی که دولت امریکا میخواست که یک پروتکل بین ازونا و طالب امضا شود با مو چار چی که دارن اصلی که درو هست در روخ و آقای خلیزاد یعنی در کار خود موفق بود بله ولی بله شخصی که شما میگید که موفق بود و چند سال در مذاکرات دوها نقش داشت فرستاده نمیشود در این مذاکرات یا این دیدار معامرش فرستاده می شود خب این تصمیم است که به خود دولت امریکا مربوط است درسته این مذاکرات در آینده چې ازرهای روی حکومتداری در افغانستان خوहित دشت. به مربوطه سړي چې توافقات به دسمه. اگر توافقات به وجود بیا کی اول در, در مرحله اول همي تمام پول منجمه چده افغانستان آزاد شوه و مر مردم افغانستان در, در خدمات در خدمات صحی و جلګيري از فقر و فاقه در افغانستان مکاره این یک چی خوب است یعنی از وزارت خارجه گفته که یکی از موضوعات بحث در این دیدار توافق نامه دوحه است چه مشکلات در این توافقنامه وجود داشت و یا هم چه کمکاست در حال تطبیقی که این توافقنامه نامه وجود داشته که دوباره رو این توافقنامه نامه صحبت می شود خب ما با خود طالباس این قسمت با صحبت نکردیم اما من فکر می کنم یک مسئله وجود داره که او ترس طالبان عزیز که امریکا در هر وقتی که خواسته باشه شاید از نظر عملیات نظامی بعضی عملیات در افغانستان چی بکنه بله. رویش عمل روش عمل بکنه بله. از او طالب ترس دارن و امیر میگن که باید ما در آیا این درخواست را امریکا... مقامات آمریکایی رسما مطرح ساختند؟ ما, ما از مسائل بسیار خصوصی این جلسه با خبر نیستم اما من فکر میکنیم این جلسه خوب شد که چی شد درست. درست. از دید شما بعد این آغاز خوب، آغاز خوب است. بله از شما بعد این مقامات آمریکایی حملات پهبادی و هوایی خود را در خاک افغانستان یا در فضای افغانستان انجام نخواهند داد او را ایش کس نمیتونه تضمین بکنه امریکا او تعود نداده به کسی و امریکا خو دائم گفته اگر ما ببینیم که در یک جای تجمعی از از خرابکارا و تروریستا باشه و او او را ما درست. بر ضد منافع امریکا بپنداریم ما عمل میکنیم و حمله میکنیم رئیس لابیگری های حکومت پاکستان که در این اواخر نخست وزیر و همچنان وزیر خارجه در جهت امارات اسلامی در سطح منطقه و جهان داشته این لابیگره ها معطوف به برسمت شناسی طالبان بوده و یا هم تنها خواسته که جهان با امارات اسلامی تعامل بکند من فکر می کنم کمی که پاکستان از حد حدود خود فرا رفته خب. باید در حد در حد حدود خود باشه و ما فکر می کنم حکومت موقت طالبان باید ایره برای پاکستان متذکر شوه ولی ب... که او بله همین ولی بله همین سکوت سوال برانگیز است که چرا امارت اسلامی در قبال این لابیگره ها از خود کنش نشان نمیده آیا رضایت دارد م... ما فکر می کنم اینجا مشکل چیست فهم دیپلماسی است بیشتر فعلا. که می چیز کسانی که در راس حکومت قرار گرفتن اینا شاید همین مسائل درک نمیکنم اما من فکر میکنم که طالبا بسیار اهمیت می‌ده به حاکمیت ملی افغانستان اما کمی که در دیپلماسی اینا چی نیستن وارد ممنون از شما آقای تاج ایوبی آگاه روابط بین الملل از ایالات متحده آمریکا تشکر از شما